زمان که اعتراضات شروع شد بسیاری از ما نگاهمون به داخل ایران بود و من هم مثل هزاران ایرانی دیگه خارج از کشور وقتی که اینترنت رو به روی مردم ایران در آبان بستن نگران بودم و نمیدونستم چه اتفاقی در ایران داره رخ میده. اما به محض اینکه اینترنت باز شد همانند خیلی از همکاران دیگرم بمباران شدم از ویدیوهای مادران، ویدیوهای مردمی که فیلمهایی میفرستادن و نشون میداد که حکومت با خشونت تعداد زیادی رو کشته. از همون لحظه که آماری نبود، تعداد و رقم درستی رو اعلام نمی کردن، استناد ما به ویدیوهایی بود که مادران و خانواده ها و مردم میفرستادن. قبل از هر چیزی دلم میخواد بگم به جای من ای کاش همه اون مادرانی که ریسک کردن و ویدیو تهیه کردن از دل ایران و برای خودم فرستادن اینجا نشسته بودن و حرف میزدن. مادرانی که به اونها گفته شد تهیه ویدیو و ارسالش به شخص خود من بالای 10 سال زندان داره، ولی ویدیوهایی فرستادن که در اون ویدیوها من شهادت میدم که به سر، سینه و قلب فرزندانشان شلیک شد. به عنوان مثال پویا بختیاری جزو اولین کسانی بود که لطفا یه خورده میگن یواشتر صحبت کنید. طبق معمول من تند حرف میزنم. پویا بختیاری جزو کسانی بود که به جمجمه شلیک شد. پژمان قلی‌پور 18 ساله مادرش وقتی با او گفتگو کردم گفت جای 5 گلوله رو بر قلب فرزندش دید. آمنه شهبازی جای گلوله رو بر گردن آمنه خانوادش دیدن. تعداد کسانی که خانواده هایی که من با آنها صحبت کردم و گواهی دادن که به قلب و سرشون شلیک شده بسیاریه، ولی من فقط یک بخشی از اونها رو اشاره میکنم. نکته دیگه‌ای که مایلم بهش اشاره بکنم در تمام گفتگوهایی که خانواده‌ها انجام دادن این بود که اسلحه‌ای نداشتن فرزندانشون، گاز اشکاور نداشتن و این برخلاف ادعایی هست که حکومت اعلام کرده که معترضان چون دست به خشونت زدن با اسلحه و یا خشونت مواجه شدن. گواه این ادعا شهادت دو مادری که فرزندانشون جلوی چشمان خودشون کشته شدن. مادر مهدی دائمی که ویدیوش رو وقتی فرستاد برای من نفس توی سینم حبس شد. پسرش در آغوش خودش کشته شد. لحظه‌ای که کشته میشد دستاش رو بالا برد تا مادرش رو آروم بکنه و همونجا تموم میکنه. دستاش خالی ولی با گلوله نیروهای امنیتی در برابر چشمان مادرش که شهادت میده قاتلان رو از نزدیک دیده که نیروهای امنیتی بودن. پویا بختیاری مادرش دست در دست فرزندش در اعتراضات آبان حضور داشت. لحظه که گاز اشکاور میزنن همدیگر رو گم میکنن و مادرش شهادت میده که پیکر خونین فرزندش رو روی شونه مردم شناسایی میکنه و فریاد میزنه پسرمه. این خانواده ها کسانی هستند که گواهی دادن، شهادت دادن تا در دادگاه جهانی مطرح بشه که فرزندانشون نه اختشاشگر بودن و نه اسلحه حمل کردن و در آغوش خودشون بدون سلاح کشته شدن. وحید دامور جزو کسانی بود که با دوربینش فیلم گرفت، یعنی تنها اسلحه‌ای که دستش بود دوربینش بود و مادر او هم با او همراه بود. زمانی ارسال فیلم به بقیه خانواده‌اش متوقف شد که وحید دامور رو هم نیروهای امنیتی کشتن جلوی پایگاه بسیج. همه این مادرانی که اسم بردم از دل ایران با همون اسلحه‌ای که دست فرزندانشون بوده با موبایل‌هاشون روایتگر خشونت حکومت شدن. همه این مادران رفتن در همان خیابان، همون جایی که فرزندانشون گلوله خورده، تا گواهی بدن که فرزندانشون چجوری کشته شدن. شهادت میدم که جمهوری اسلامی از تک تک خانواده هایی که فرزندانشون رو کشتن تعهد گرفتن که با رسانه ها صحبت نکنن.
به برخی از این خانواده ها گفتن که علی رغم این که پیکرتون رو تحویل میدیم، علی رغم این که مصاحبه نمی کنید، باید پول تیر بدین. دو نمونه رو مثال میزنم. کمال فرجی، کارگر از طبقه فقیر جامعه، به خانوادهش گفتن اگر 70 میلیون تومان پول ندید جسد رو به شما تحویل نمیدیم. آمنه شهبازی، مادر دو کودک، به خانوادهش گفتن اگر 20 میلیون پول ندی جسد رو به شما تحویل نمیدیم. شهادت میدم که به خانوادگان بسیاری از کشته شدگانی که من با اونها مصاحبه کردم اجازه ندادن فرزندانشون رو در محل سکونت خودشون دفن بکنن. تاریخچه‌اش برمیگرده به خاوران دهه 60 بعد از انقلاب، وقتی که خانواده ها در کنار آرامگاه همدیگر رو پیدا کردن، اولین حلقه جنبش دادخواهی شکل گرفت. حکومت به این نتیجه رسید که در آبان خانواده ها رو وادار بکنه تا پیکر عزیزانشون رو در جاهای دور افتاده ای دفن بکنن، در روستاهایی که محل سکونت فرزندانشان نیست. و بسیار متاسفم که فقط چند نمونه رو میتونم در وقت کم دادگاه اسم ببرم. نوید بهبودی، محل زندگیش کرج، ولی شبانه وادارش کردن پیکر فرزندش رو ببره به روستای محویزان در گیلان. مهدی دائمی، محل سکونتش کرج، وادار کردن فرزندش رو ببرن در روستای آجی بوزایه در رشت. پژمان قلی‌پور، مادرش هر هفته باید از تهران بره روستایی در لنگرود. رضا معظمی گودرزی باید بره بروجرد بر آرامگاه فرزندش، چون او هم اجازه نداشت فرزندش رو در محلی که زندگی میکنه دفن کنه. این دفن کردن راه دور برای خانواده ها شکنجه روحیه، چون هر هفته I'm so sorry to interrupt. شما درباره افراد صحبت میکنید که کجا زندگی میکنن و کجا اونها رو اطفالشون رو دفن کردن. لطفا بگید که فاصله چقدر هست که ما نخواهیم که دوباره به سراغ این موضوع برگردیم. ببخشید که حرفتون رو قطع کردم، ولی بگید لطفا فاصله چقدر هست از کرج تا روستایی که پژمان قلی‌پور دفن شده. 5 ساعت بعد رانندگی کرد. از تهران تا بروجرد کسی میدونه چقدر؟ 10 ساعت باید رانندگی کرد. مادری که با اتوبوس باید 10 ساعت رانندگی بکنه فقط برای اینکه کنار آرامگاه فرزندش باشه. به همین دلیل بعضی از خانواده ها وادار به کوچ اجباری شدن. محل سکونتشون را از جایی که زندگی میکردن تغییر دادن. مثل مادر مهدی دائمی که به اجبار خونه ای گرفته تا کنار آرامگاه فرزندش زندگی بکنه. و دلیل اصلی حکومت اینه که مادران کنار آرامگاه فرزندانشون تجمع نکنن و پراکنده باشن. من شهادت میدم که برخی از خانواده ها رو وادار کردن تا تعهد بدن که اگر با مصاحبه بکنن با رسانه ای، تهدیدشون کردن که اگر مصاحبه بکنید با رسانه‌ای فرزندان دیگرتون در اثر تصادف یا حادثه‌ای کشته خواهند شد. برخی از خانواده‌ها شهادت دادن که قبل از تحویل گرفتن پیکر فرزندشون خودشون بدون اجازه کالباچکافی کردن و گلوله رو از بدن فرزندشون خارج کردن تا امکان تشخیص نوع اسلحه وجود نداشته باشه. نکته دیگه ای که مایلم اینجا بگم، شکنجه روحی و روانیه که خانواده ها فرصت عزاداری پیدا نکردن. از جمله خانواده پویا بختیاری، چون جزو اولین کسانی بودن که در آبان 98 سکوت نکردن و جزو اولین خانواده هایی بودن که شروع کردن به حرف زدن. بسیاری از ایرانیانی که اینجا نشستن میدونن که مادر پویا و پدر پویا بختیاری، منوچهر بختیاری، همیشه با صدای بلند حرف میزدن. هر وقت ما اونها رو در تلویزیون دیدیم گریه نکردن، خشمگین بودن.
شاید خیلی ها فکر کنن چرا گریه نکردن، چون اصلا باورشون نمیشد که جلوی چشمانشون فرزندشون رو کشتن و اونها احساس میکردن که باید دادخواهی بکنن. چهلم که مراسمیه که بر اساس سنت ایرانی ها برگزار میشه بهشون اجازه ندادن و تنها زمانی که مادر پویا توی مصاحبه‌ای که با او انجام دادم گفت احساس کردم عزادار هستم و فرصت گریه کردن پیدا کردم در سلول انفرادی بود. برای همین از خودش اجازه خواستم که آیا میتونم بخشی از روزهایی که با صدای بلند دادخواهی میکردی ولی در خلوت افسردگی رو باهاش میجنگیدی رو به دادگاه نشون بدم. مطمئنم اگر مادر پویا رو دعوت بکنید به این دادگاه گریه نخواهد کرد، ولی به من اجازه داد لحظه ورودش بعد از 5 ماه به خونهشون رو براتون به نمایش بگذارم. از دادگاه خواهش میکنم فیلم مادر پویا بختیاری رو به نمایش بگذاره، فیلمی که پدر پویا زندان هنوز به خاطر دادخواهی. مادر پویا بختیاری تصمیم گرفت پاش رو بذاره بعد از 5 ماه در خانه‌ای که با پسرش زندگی میکرد و این فیلم گواهی این هست که خانواده‌ها هر چقدر داد میزنن شاید جلوی دوربین‌ها گریه نمی‌کنن ولی از فشارهای روحی زیادی رنج میکشن. فیلم رو اگر ممکنه نمایش بدین. من ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری هستم. الان که دارم این فیلم رو براتون میگیرم ساعت رو نگاه کنه، این ساعت 1 ساعت عقبه، به خاطر اینکه اصلا کسی اینجا زندگی نمی کنه که بخواد ساعت رو 1 ساعت بکشه جلو. از سال 99 از سال تحویل که ما باید اینجا بودیم با پویا سال رو تحویل میکردیم و معمولا پویا این ساعت رو 1 ساعت میکشید جلو. الان نه پویایی هست نه زمان برای من اهمیتی داره، نه سال تحویل، هیچ. زندگی من سقف خونه من خراب شد، داغون شد، چراغ خونم خاموش شد. به موقع من نگاه کنین دیگه من به چی دل خوش باشم؟ زندگی ما از من گرفتن، همه کسم و همه چیزم و پسرم و پسری که با هم دیگه دوتایی ما زیر این سقف زندگی میکردیم، شاد بودیم، میخندیدیم، میگفتیم. اما دیگه این خونه جای زندگی نیست برای من. من یه زن تنها بدون پسرم کجا زندگی کنم؟ چی کار کنم؟ این خونه تحملش برای من سخته. 5 ماه پویا از این در نیامد تو. این تنها بخشی از رنجیه که مادران در خلوت تحمل میکنن و کسانی که میتونن اینجا به جز من شهادت بدن که هرگز گریه مادر پویا رو در تلویزیون رسمی ندیدن، ولی در خلوت مادرانی هستن که با خودکشی جنگیدن، با وسوسه خودکشی.
مادر فرزاد انصاری فر که امروز شاهد شهادت دادن پدرش بودین، به گفته دخترش فرزانه انصاری فر، بارها چاقو رو از دستش دور کردن برای اینکه تحمل ادامه زندگی رو نداشت. و در اینجا شهادت میدم که مثل مادر پویا بختیاری کم نبودن کسانی که فرصت حتی حرف زدن در رسانه ها رو پیدا نکردن برای اینکه نتونستن بر غمشون غلبه بکنن. مادرانی که بازداشت شدن، مادرانی که تهدید شدن و مادرانی که کتک خوردن بخش دیگری از کسانی هستند که در مصاحبه‌هاشون اعلام کردند که چگونه توسط بازجویان مورد فشار روحی قرار گرفتن. 9 مادر با قاب عکس بچه‌شون به میدان آزادی رفتن در ایران، تهران، برای اعتراض. کتکشون زدن و در بازجویی مادر رضا معظمی گودرزی 19 ساله، رضا معظمی گودرزی یک پسر 19 ساله‌ای بود که یه فیلم معروفی از او در ایران در شبکه‌های اجتماعی پخش شده که رو به دوربین با خنده میگه من رضا معظمی گودرزی هستم. مادرش شهادت داده که در بازجویی برای اینکه او رو آزار بدن بارها این فیلم رو براش پخش کردن و بارها این مادر فریاد زد خاموش کنید، تحمل شنیدن صدای پسرم رو توی بازجویی ندارم. مادر پژمان قلی‌پور 18 ساله که با 5 گلوله کشته شد گفت مثل مجرم با ما برخورد کردن. اول موهای سرم رو کشیدن و از خیابون، وقتی موهای سرم رو کشیدن مادر دیگری پاهام رو گرفت تا بازداشتم نکنن. مادر فرهاد مجدم و با چشم، مادر پژمان گفت با چشم‌های خودم می‌دیدم که وقتی منو می‌کشن مادر دیگری روی آسفالت خیابون کشیده می‌شد و چند مأمور غول‌پیکر 2 مادر رو به جرم اینکه عکس بچه‌شون دستشون بود بازداشت کردند و به بازجویی بردن. مادر ابراهیم کتابدار یکی از کسانی بود که چند بار بازداشت شد و چند بار کتک خورد. مادری که میگه بازجویی بدنی کردن و در بازجویی ها هم بهش گفتن فرزندت رو کشتیم، خوب کردیم که کشتیم. مادر نوید بهبودی وقتی بازداشتش کردن جرمش این بود که چرا برای فرزندت تولد گرفتی و به او هم مادرش گفته مأمور به سینه‌اش محکم کوبید و گفت من کشتم، فرزند دیگرت رو هم میکشم. مادر محمد داستانخواه 15 ساله وقتی بازداشتش کردن به او گفتن اگر اینستاگرامتون رو پاک نکنید فرزند دیگرتون رو بازداشت میکنید. من شهادت میدم که بسیاری از این مادران آرزوی مرگ میکردن به خاطر فشارها، ولی انقدر فشارها و غمشون سنگین بود که همدیگر رو پیدا کردن و تصمیم گرفتن خودشون برای این دادگاه به شما بگن که چه فشارهایی رو تحمل کردن. مادر ابراهیم کتابدار رو اگر ممکنه پخش بکنید. مادر ابراهیم کتابدار تنها بخشی از فشارهایی که نهادهای امنیتی به او وارد کردن رو برای شما خواهد گفت. مادر ابراهیم کتابدار 2 ساله ابراهیم آمو نمیبینم. من به این شکایتمو برم به کی بگم؟ به کی بگم؟ این شکایتو به کی بگم من؟ بچه هام بی پدر موندن. دادگاه میرم، هر جا میرم قاتل بچه هامو که به هم نمیگن. اون روزم رفتم تو دادگاه گفتم آقا 2 سال پسر من رو کشتین، یه چیزی به من بگین. گفت خانم برو بیرون، کشتیم که کشتیم، خوب کاری کردیم. من به این شکایتم رو به کی بگم؟ کجا برم؟
بچه ها ما آواره کردن، بی پدر گذاشتن. خودم هم نمیدونم چی کار کنم، کجا برم، به کی بگم. این جهان، تو این دنیا، یعنی یک نفر نیست به داد من برسه، به این بچه ها برسه. من برم به شکایت ما به کی بگم، کجا برم؟ مادرانی که قرار شد برای مراسم بچه‌هاشون کنار آرامگاه جمع بشن، همه‌شون تلفن دریافت کردن از نهادهای امنیتی و تهدید شدن. مادر فرهاد مجدم 20 کبوتر سفید خرید تا کنار آرامگاه آزاد بکنه. کنار خونه‌شون مأمور ایستاده، هم مادر فرهاد مجدم و هم 20 کبوتر سفید رو زندانی کردن که از خونه بیرون نیان برای آزاد کردن و همدیگر رو پیدا نکنن مادران. مادر محسن جعفرپناه تهدیدش کردن که اگر مراسم بگیری برای فرزندان دیگرت نمیدونیم چه اتفاقی میافته. مادری که اومد جلوی دوربین خودش ایستاد و گفت بیایید و منو اعدام بکنید، یک تیر خلاص به من بزنید تا من از این جهان برم، اما حاضر نیستم سکوت بکنم، و خواست که دنیا صداش رو بشنوه که حتی فرصت عزاداری پیدا نکرده. مادر مهرداد معینفر 2 فرزند داشت، خواهری که وابستگی عاطفی شدیدی به برادرش داشت و بعد از رفتن مهرداد رنج میکشه، با اندوهی دست و پنجه نرم میکنه که کنار اومدن با اندوه براش سخته و مریض شده. به او هم زنگ زدن و تهدیدش کردن که حق برگزاری مراسم رو نداری. وحید دامبر پدرش رو تهدید کردن، پدرش جانباز جنگ بود و شیمیایی، برادرش رو زندانی کردن و براش پرونده سازی کردن و با قید وثیقه آزاده، و مادرش رو با الفاظ رکیک مورد بازجویی قرار دادن و این دستبند که در واقع نماد دادخواهیه در بازجویی، مادر وحید دامبر رو با الفاظ رکیک بازجو بالای سرش ایستاد و گفت اگر باز نکنی با اسلحه میایم بالای سر بچه های دیگره، و مجبورش کردن که این دستبند نماد دادخواهی رو از دستش پاک بکنه. اونها هم دوست داشتن که صداشون اینجا شنیده بشه. و مادران دیگه‌ای که وقت اندکه و من تصمیم گرفتم جمله پایانی رو از زبان یکی از مادران دیگه بشنویم. مادر پژمان قلی‌پور برای شما شرح میده که چه اتفاقی براش افتاد، و در نهایت خواسته تک تک این مادران اینه که دادخواهی در دل ایران هیچ معنی نداره، چون نه تنها خود دادخواهان زندانی و تهدید میشن، بلکه شکایت بردن به پیش قاتل باور این خانواده ها نیست و میگن ما از قاتل به قاتل شکایتی نداریم. از زبان یکی از مادران دیگه بشنویم. مادر پژمان قلی‌پور برای شما شرح میده که چه اتفاقی براش افتاد، و در نهایت خواسته تک تک این مادران اینه که دادخواهی در دل ایران هیچ معنی نداره، چون نه تنها خود دادخواهان زندانی و تهدید میشن، بلکه شکایت بردن به پیش قاتل باور این خانواده ها نیست و میگن ما از قاتل به قاتل شکایتی نداریم. صدای مادر پژمان قلی‌پور هم در واقع نمایندگی میکنه بسیاری از خانواده ها رو که خواستار برگزاری دادگاهی بین المللی هستن برای محاکمه و مجازات تک تک سران جمهوری اسلامی. از دادگاه خواهش میکنم صدای مادر پژمان قلی‌پور رو اگر ممکنه پخش بکنن. همه عزیزان، من محبوب رمضانی مادر پژمان قلی‌پور هستم. جوان 18 ساله‌ای که توی آبان 98 کشته شد، و من مادر به خاطر این که میگم قاتل بچه‌م کیه، مجرمم، تهدیدم میکنن و میگن نباید بگی قاتل بچه‌ت کیه، نباید جایی بگی که چه اتفاقی افتاده، نباید جایی بگی که چی شده، باید سکوت کنی. ولی من سکوت نکردم. پژمان من 18 سالش بود. امسال دومین سال تولدشو که گرفتم، تازه پسرم شد 20 ساله. جشن تولد 20 سالگیشو سر مزار گرفتم.
سر مزاری که صبحش زنگ زدن و گفتن که به خاطر کرونا نباید مراسمی گرفته بشه و بعدش قبل از اینکه من برسم تاج گل تولد بچه من که کادوی تولد من به پسرم بود میدوزن و میبرن. من توی وطنم، توی ایرانم حق دادخواهی ندارم. اگه بگم که بچه‌مو کشته مجرمم. ما رفتیم صرفا به خاطر اینکه فریاد بزنیم و بگیم قاتل بچه هامون کیه و تنها چیزی که با هامون بود قاب عکس بچه هامون بود. 6-7 مادر بودیم که وسط خیابون رفتیم کنار میدون آزادی رفتیم و پناه بردیم اونجا، گفتیم شاید یکی به دادمون برسه و بگه قاتل بچه‌تون کیه. ما رو گرفتن بردن، مأمور زنشون زدنمون. بله کتک خوردیم. به جرم چی؟ به جرم این که میگیم دادخواهیم. جرممون چیه؟ میگیم قاتل بچه‌مون کیه. یکی از مادرها رو گرفتن و دستبند آبی که به نشانه نماد دادخواهی ما به دستمون بستیم و گرفته بودن توی اونجا و با الفاظ رکیک و حرفهای زشتی که به این مادر زدن دستبندش رو قیچی میکنن و تهدیدش میکنن که اگه دفعه دیگه یه حرف زنی با هفتیر میایم توی خونه بالای سر خودت. ما دادخواهیم، به فریاد ما برسین، به داد ما برسین، به ما بگین قاتل بچه ما کیه، به ما بگین کی بچه ما رو کشته، به ما بگین ما باید به کجا پناه ببریم، به داد ما برسین. ما توی ایران، توی وطن خودمون عزیزترین کسمون رو از دست دادیم و اگه معترض بشیم میشیم مجرم. من مجرمم، من پرونده دارم، پرونده من سنگینه و برام میگن که پروندهت سنگینه به خاطر اینکه فریاد زدم قاتل بچه من کیه. این پسر منه، پژمانم، جوون 18 ساله، تاق پسر منه. این عکسای بچه های آبانه، بچه هایی که توی آبان کشته شدن و مادراشون و پدراشون به اسم این که داد خواهن مجرمن. نوید افکاری بعد از آبان. عکسای پسرم، اتاق پسرم، نوید بهبودی، بچه هایی که توی آبان کشته شد و تخت خالی پسرم که هر روز من باید ببینم و کنار تخت خالی پسرم زجه بزنم و کسی جوابگوی من نباشه و هیچ کس به من نگه که پسر تو رو کی کشته. لباسای پشمانم که پشت در آویزون کردم به امید روزی که برگرده خونه و دنبال لباساش نگرد. کمد لباس پسرم، وسایل بچه، وسایل جوون 18 سالم که تنها جرمش فهمیدم بود و گفتش که من فهمیدم، من میدونم. توی اون جعبه لباسهای خونی پسرمه، لباسهای خونی بچم که از تنش توی بیمارستان در آوردن، لباسهای سوراخش، کابیشن تنش که پشت جلوی کابیشنش سوراخ بود چون با تیر جنگی کشته بودنش، کتونی که اون شب پاش بود، کمربندی که روی لباسش بود و تمام سگه که کمربندش پر از خون بود و لباسهای پر از خون پسرم نگر داشتم تا روز انتقام. من لباسهای پسرم همه رو نگر داشتم، لباسهای سوراخ و پر از خون پسرم رو نگر داشتم، لباسهای پر از خون و سوراخ جوون 18 سالم رو نگر داشتم به عنوان مدرک که نشون بدم، به کل دنیا و جهان نشون بدم که جوون 18 ساله منو با بیراه میکشتن، با بیراه میکشتن و زندگی منو نابود کردن. نه زندگی منو، زندگی هزاران خونواده توی آبانو نابود کردن و خونواده ها رو سیاه پوش کردن. ما خونواده های آبان عهد بستیم لباس مشکی تنمونو در نیاریم تا زمانی که انتقام خونه به ناحق ریخته بچه هامونو بگیریم.
حالا اینا تهدید میکنن، بذار تهدید بکنن، مهم نیست. تا زمانی که نفس میکشم، تا زمانی که هستم، منتقم خونه به ناحق ریخته جوونم هستم. تا انتقام خونه پشمانم رو نگیرم، هرگز سکوت نمی کنم. به داد ما برسین، صدای ما باشین، و یه جایی اگر وجدانی هست، اگه شرفی هست، به فریاد ما برسین.